ای خداوند برای زمان، از ازل بودی هستی جاودان، اکنون در این جسم عروس توییم، به تخت فیضت بی پرواییم، نامت بر زمان حمدت را خوانیم، دست بر افراشته تو را ستاییم، فشار و اندوه درد بی پایان مدام زهر جا آیند سوی ما، عطا کن بینیم شادی آسمان، در حضور تو روح و جان ما، اکنون در این جسم عروس توییم، به تخت فیضت بی پروا آییم، نامت بر زبان حمدت را خوانیم، دست بر افراشته تو را ستاییم. تو را ستاییم، نامت بر زبان حمدت را خوانیم، دست بر افراشته تو را ستاییم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، و این امید که هفته شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. ضمن تشکر از شما که شنونده وفادار برنامه‌های ما هستید، جهت یادآوری، هدف برنامه‌های رادیو آرامش فقط اعلان پیام کلام خداوند در انجیل مقدس می‌باشد. پیام خداوند در انجیل او این است که رستگاری، آرامش الهی و برخورداری از حیات جاویدان در نزد او در ایمان به عیسی مسیح برای همه انسانها مهیا می باشد. خداوند یکتا و مهربان همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مایل است تا امروز با شما پدرانه صحبت کند. دوستان، از همه شما دعوت می کنم تا با قلبی باز
و خاطری آسوده به پیام امروز او گوش فرا دهید. با تشکر از توجه شما. خب عزیزان، در برنامه این هفته ابتدا هفت آیه پایانی فصل هشتم انجیل متی را به کمک خداوند مطالعه می‌کنیم. همان گونه که مستحضر هستید، فصل هشتم انجیل متی متشکل از 34 آیه می‌باشد که تا پایان آیه 26 را در برنامه قبلی مطالعه کردیم. چنانچه شما مایلید تا مجموعه کامل برنامه های رادیویی ما را مجدداً بشنوید، محبت کنید به وبسایت ما radioaramesh.org مراجعه بفرمایید. همچنین دوستان، چنانچه در طول مطالعه کلام خداوند در طی برنامه‌های زنده ما برای شما سوالی به وجود میاد، لطف کنید با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشم تا راجع به اون سوال به وجود آمده برای شما بشنوم و در فرصت مناسب و کافی با هم دیگه مفصلا صحبت کنیم. خب دوستان، قبل از شروع مطالعه به یک سرود روحانی دیگه گوش میکنیم و در این اثنا اجازه میدیم تا خداوند قلب و افکار ما را آماده شنیدن از خودش بنماید. خداوند از راه فیضش آمرزید گناه ما، به عمر
انبع محبت است، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خطی را، شود به جایش فدا. سر قدرت کلیسا در دعاست و اتحاد، رحم و بخشش مسیحی میرساند این مراد. منبع محبت است، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خطی را، شود به جایش فدا. چون به سویش با دعا رویم با هم دو سنا، رویدو برگرد به آنجا که شکستی قلبی را. منبع محبت است، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خطی را، شود به جایش فدا. گر نبخشیم از ته دل خطایای مردمان، او نیامرزد گناه را، در جهان بینیم زیان. منبع محبت است، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خطی را، شود به جایش فدا. خب دوستان، حال به مطالعه آیات 28 تا 34 در فصل 8 انجیل متی میپردازیم. عنوان این آیات هست شفای دو دیوانه. در آیات قبلی خواندیم که چطور عیسی مسیح افراد بسیاری را شفا بخشید. عیسی مسیح همچنین چون قدرت الهی داشت و بر طبیعتی که خود آفریده بود نیز تسلط کامل داشت. دیدیم که چگونه عیسی مسیح طوفانی را آرام نمود. حال در این آیات خواهیم دید که چطور عیسی مسیح دو دیوانه زنجیری را شفا می بخشه. در این قسمت از کلام خدا در آیات 28 تا 34 می‌خوانیم که وقتی به سرزمین جدری‌ها که در طرف دیگر دریاچه بود رسیدند، دو دیوانه زنجیری به ایشان برخوردند. این دو دیوانه در قبرستان زندگی می‌کردند و آنقدر خطرناک بودند که کسی جرأت نداشت از آن منطقه عبور کند. تا آن دو دیوانه چشمشان به عیسی افتاد، شروع کردند به فریاد کشیدن که ای فرزند خدا، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای تا قبل از وقت ما را عذاب دهی؟ از قضا در آن حوالی گله خوکی می چرید. پس ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده گفتند اگر می‌خواهی ما را بیرون کنی، ما را به درون جسم این خوک‌ها بفرست. عیسی به آنها گفت بسیار خوب، بروید. ارواح ناپاک از وجود آن دو نفر بیرون آمدند و داخل خوک‌ها شدند. ناگاه تمام گله دیوانوار به طرف پرتگاه دویدند و خود را به دریاچه انداختند و خفه شدند.
خوچران ها با دیدن این صحنه وحشت زده به شهر فرار کردند و تمام ماجرا را برای مردم شهر نقل نمودند. در نتیجه تمام اهالی شهر بیرون ریختند تا عیسی را ببینند. وقتی به او رسیدند از او خواهش کردند که از آنجا برود و ایشان را به حال خودشان بگذارد. آمین. دوستان، در این قسمت از کلام خدا مسیح را به اتفاق شاگردانش در سرزمین جدریان برای بشارت کلام خدا و شفای دردمندان و بیماران مشاهده می‌کنیم. در حین عبور از این منطقه عیسی مسیح و شاگردانش به دو دیوانه زنجیری برخورد می‌کنند که کلام خداوند میگه اونها بسیار خطرناک بودند. چرا؟ چون که دیوهای بسیاری در آنها زندگی میکردند. عزیزان، در اینجا راجع به دیوها مطالعه میکنیم و عملکرد اونها. قبل از ادامه عرایزم لازم میدونم تا راجع به دیوها عرض کنم که دیوها فرشتگان سقوط کرده ای هستند که در طغیان شیطان علیه خداوند به او پیوستند و در همان حال ارواح ناپاکی می باشند که طبق دستور شیطان عمل می کنند. این ارواح به شیطان در وسوسه کردن انسانها کمک می کنند و قدرت مخرب زیادی دارند. بله عزیزان، در اینجا می‌بینیم که دیوها از ماهیت عیسی مسیح به خوبی مطلع بودند و او را کاملا می‌شناختند. چرا که همان گونه که کلام به ما میگه این دیوها از ابتدا با شیطان همکار شده و برای خرابکاری و نابودی ایمان مردم به خدا دائما در تلاش بوده و هستند. در اینجا قابل توجهه که دیوها می دونستن که عیسی مسیح فرزند خداست. از این رو فریاد کشیده گفتند ای فرزند خدا با ما چه کار داری؟ دوستان، دیوهای موجود در آن دیوانه همچنین به خوبی آگاه بودند که عیسی مسیح داور و قاضی تمام هستی می باشه. آنها می دانستند که مسیح قدرت نابودی و به جهنم فرستادن آنها را داره. جالب اینجاست که آنها همینطور کاملا آگاه بودند که روزی عیسی مسیح آنها را به سزای اعمالشان خواهد رسانید. بله، آنها از سرنوشت نهایی خود توسط عیسی مسیح آگاهند. در اینجا شاید دو سوال برای شما به وجود بیاد. سوال اول این که چرا این دیوها توبه نمی کنند و از راه‌های خود بر نمی‌گردند؟ دوستان، جواب این رو باید از خود فرشتگان سقوط کرده خداوند یا همان دیوها بشنویم. ولی حقیقت اینه که غرور و خودخواهی آنها موجب این شده که این دیوها همچنان بر علیه خواست خداوند در این دنیا در فعالیت باشند. بله، آنها خواست خداوند را می دانند ولی در صدد نقض آن و برخلاف آن در فعالیتند. و اما سوال دومی که ممکنه برای شما به وجود بیاد اینه که چرا عیسی مسیح به این دیوهای مخرب تا به امروز اجازه وجود و اجازه فعالیت داده؟ جواب این سوال اینه که
زیرا مسیح مانند ما انسانها عمل نمیکنه. چون که عیسی مسیح بسیار صبورتر و فیاضتر از ماست. مسیح بنابر مشیت الهی خودش هنوز به این دیوها فرصت داده تا شاید از راه‌های گناه‌آلود خود توبه کرده و بازگردند. ولی می‌بینیم که خودخواهی، جاه طلبی و قدرت طلبی آنچنان بر آنها مستولی است که هنوز سعی در برابری خود با خدا دارند. فرشتگان سقوط کرده خداوند به سرکردگی شیطان خودشون را با خدا برابر می دونن و به هیچ وجه حاضر به تسلیم به قدرت الهی و اطاعت از خداوند نیستن. هرچقدر ما از عمل کرده این دیوها شنیده و یا می بینیم، بایستی ما را متوجه محبت، صبر و مشیت خداوند بگردونه، چرا که خداوند بسیار صبور و پرمحبته. بله، صبر خداوند حتی برای دیوهاست تا شاید از کردار خود پشیمان شده و به اطاعت از خداوند برگردن. واقعا جای تعجبه که چقدر بعضی ها سماجت به خرج میدن و خودخواه هستن. امروزه قدرت طلبی و خودخواهی را ما در انسانهای بسیاری در جامعه های خودمون مشاهده میکنیم. اما سوال اینجاست که چرا آنها چنین میکنن؟ جوابش باز اینه که باید از خود آنها پرسید. ولی قدر مسلم این که در توبه خداوند همواره گشوده می باشه و خداوند بسیار مایل تا گناهکاران هر لحظه به آغوش مقدس و پدرانه او بازگردند. عزیزان، عمر هر کدام از ما روزی به پایان می رسه و باید در مقابل تخت داوری عیسی مسیح ایستاده حساب زندگی خودمون را به او پس بدیم. سوال واقعی که ما باید به اون جواب بدیم اینه که آیا من آنگونه زیستم که لایق رستگاری مسیح باشم؟ عزیزان، عیسی مسیح خود راه نجات و رستگاری را برای ما باز نموده. سوال اینجاست که آیا شما در آن مسیر زندگی می کنید؟ آیا از مرگ و مجازات ابدی خود بیمناک هستید؟ مطمئن باشید که مسیح آرامش و اطمینان از بهشت و حیات ابدی را برای ما مهیا فرموده. بله، دیوها به مسیح گفتند آیا آمده ای تا قبل از وقت ما را عذاب بدهی؟ چرا آنها این گونه گفتند؟ چون که دیوها می دانستند که وقت حیات آنها محدوده. بله، روزی آزادی و فرصت انتخاب آنها به پایان میرسه. از این جهت از مسیح درخواست کردند تا آنها را از وجود آن انسانها به درون جسم خوکها بفرسته. باز هم بسیار جالبه که میبینیم چگونه دیوها به قدرت و توانایی اجازه مسیح برای جابجایی آنها نیازمند بودند. عزیزان، اگرچه دیوها و شیطان بسیار قدرتمند و مخرب هستند، ولی محدوده فعالیت‌های آنها در اختیار خداونده. باز هم در نهایت حیرت انسانی من،
فروتنی، صبر و محبت مسیح را با این دیوزدگان می‌خوانیم. او به آن دیوها اجازه خروج از آن دو مرد و ورود به بدن خوک‌ها را می‌ده. دوستان، یک نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌آموزیم اینه که تنها شناخت و دانستن این که عیسی مسیح کیه موجب رستگاری و نجات ما نمیشه. در اینجا خواندیم که حتی آن دیوها هم میدونستند که عیسی مسیح کیه. ما برای نجات و رستگاری نه تنها باید بشناسیم که عیسی مسیح کیست، بلکه باید به عملی که او برای نجات ما از گناه انجام داده نیز ایمان بیاوریم. مسیح خود تاوان تمام گناهان ما را بر روی صلیب جلجتا یک بار برای همیشه پرداخت. در ایمان به وی خداوند ما را بی گناه به حساب آورده به عنوان فرزند خواندگان به خانواده الهی خود میپذیرد و حیات جاویدان در نزد خیش عطا می‌فرماید. اما متاسفانه دیوها و بسیاری از انسانها هم امروزه مایل به شناخت و ایمان به این فیض خداوند نیستند. دو دیوانه که در اینجا می‌شناسیم دیوهای بسیاری را در وجود خود داشتند، چرا که متا کلام این را به ما خوبی معرفی میکنه. در آیه 29 میخوانیم که میفرماید تا چشمشان به عیسی افتاد. خود کلمه چشمشان، دوستان، در اینجا معرف وجود بیش از یک دیو در وجود آن دو مرد میباشه. کلمه چشمشان، پس میبینیم که بیش از یک دیو در آن انسان وجود داشت. و در ادامه همون آیه می‌خوانیم که دیوها می‌گویند آیا آمده ای تا ما را عذاب دهی؟ پس باز مشاهده می‌کنیم که کلمه ما معرف وجود بیش از یک دیو در وجود آن انسانه. اما این دیوها با اجازه مسیح از دو دیوانه خارج و به خوک‌ها وارد میشن. این عمل موجب هراس خوک‌ها و سقوطشون به درون آب و نابودیشان میگرده. عزیزان، این خود معرف و نمای کوچکی از آینده شیطان و همکاران گناهکار اوست. همه آنهایی که از او پیروی ننموده اند، افرادی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده اند، به نابودی خواهند انجامید. خدا را شکر. جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیمت عیسی، چون از هر نامی
برتر از نام تو، برافرازم نامت را عیسی، نام زیبایم عیسی، چون از هر نامی برتر است نام تو. جلال دهم نامت را عیسی، نام عظیم عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو، برافرازم نامت را عیسی، نام زیبایم عیسی، چون از هر نامی برتر از نام تو. خب دوستان، حال که فصل هشتم انجیل متی را به پایان می رسانیم، باید به خوبی دریافته باشیم که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفا بلکه قدرت داوری و نابودی را نیز داره. او روزی با عدالت الهی خود همه را داوری و قضاوت خواهد فرمود. از شما دعوت میکنم تا چنانچه احتیاج به شفا دارید، چنانچه احتیاج به شفای جسمی و شفای روحی دارید، میتونید به اتفاق من به حضور خداوند رفته و با هم دعا کنیم. عیسی مسیح خداوند زنده است که امروزه با من و شماست. خداوند ما را در این دنیا یتیم و بی سرپرست رها نفرموده. اگر مایلی تا خداوند شما را شفا بده، با هم به حضور خدا بریم و در نام عیسی مسیح از او بطلبیم تا ما را شفا بده. پدر جان، خداوند، من به حضور تو میام در نام عیسی مسیح و می طلبم شفای عاجل و کامل تو را برای تمام عزیزان شنونده. خداوندا برای
همه اون عزیزانی که کلام تو را میشنوند، کلام تو را مطالعه میکنند، ای خداوند به حضور تو میارم و دعا میکنم تا در این لحظه دردهای جسمی و روحی آنها را شفا بدهی. خداوندا، ما ایمان داریم که تو خدای مهربان و قادر مطلقی هستی که میتونی و دوست داری که ما شفا بیابیم. خداوندا، ما همچون آن افسر رومی که با ایمان به حضور عیسی آمد و گفت اگر از راه دور فرمان بدهی خادم من خوب میشه، ما هم به حضور تو میاییم ای خداوند و دعا میکنیم تا دردهای جسمی و روحی ما را شفا بدهی. این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو میآوریم و با ایمان دریافت میکنیم. آمین. برکت از سوی خدا جاریست از آسمان بر همه قوم‌ها، می‌بارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا، می‌بارد باران رحمتش بر بدان و نیکان دنیا. خلقت صنعت انگشتان خداست، افلاک عمل دستهای خداوند، همه با هم یک صدا خوانیم جلال 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 بر خدا، همه با هم یک صدا خوانیم جلال 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 بر خدا. آواز تسبیح را با هم یک صدا سردهیم و هم دش را به سراییم، هاللویا به سراییم جلال 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 بر خدا، هاللویا به سراییم جلال 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 بر خدا. کلیسا با قوت روح خدا دستها را افرازیم به سوی آسمان، هاللویا به سراییم یک دل جلال جلال بر خدا، هاللویا به سراییم یک دل جلال جلال بر خدا. شکرش کنیم با هم دو سرود،
شکرش کنیم با هم دو سرود، شکرش کنیم با هم دو سرود. خب دوستان، در فرصت باقی مانده در این هفته به مطالعه انجیل متی فصل نهم می‌پردازیم. انجیل متی فصل نهم از 38 آیه متشکل شده. در این قسمت از کلام خدا در ادامه فصل هشتم انجیل متی همچنان عیسی مسیح را در حال بشارت ملکوت خداوند و اعلان راه رستگاری خدا و شفای دردمندان می‌بینیم. در ابتدا 8 آیه اول این فصل را با عنوان شفای مرد مفلوج آغاز می‌کنیم. دوستان، چنانچه کتاب مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً اون را به انجیل متی فصل نهم و آیات 1 تا 8 باز کنید. در ابتدا من همه این 8 آیه را یک بار خدمتتون قرائت می کنم و سپس هر آیه را مورد بررسی قرار می دیم. آیات 1 تا 8 در فصل نهم انجیل متی می فرماید: پس عیسی سوار قایق شد و به شهر خود کفرناهوم که در آن طرف دریاچه بود بازگشت. ناگهان عده‌ای پسر افلیجی را که روی تشکی دراز کشیده بود نزد او آوردند. وقتی عیسی ایمان ایشان را دید به بیمار گفت: پسرم قصه نخور، من گناهانت را بخشیدم. در آیه 3 می‌خوانیم که می‌فرماید: بعضی از روحانیون که در آنجا حضور داشتند با خود گفتند کفر می‌گوید، خود را خدا ساخته است. عیسی که می‌دانست آنها چه فکر می‌کنند از ایشان پرسید: این چه افکار پلیدی است که به خود راه می‌دهید؟ آیا بخشیدن گناهان آسان‌تر است یا شفا دادن مرض؟ اکنون به شما ثابت می کنم که من در این دنیا اختیار بخشیدن گناهان را دارم. آنگاه رو به پسر افلیج کرد و گفت: برخیز و تشکت را جمع کن و به خانه برو. پسر از جای خود جهید و به خانه رفت. حاضرین با دیدن این معجزه ترسیدند و خدا را شکر کردند که چنین قدرتی به انسان داده است. آمین. آیات 1 تا 8 در فصل نهم انجیل متی را خدمت شما قرائت کردم. در آیه اول خواندیم که پس عیسی سوار قایق شد و به شهر خود کفرناهوم که در آن طرف دریاچه بود بازگشت. دوستان، این شهر یعنی کفرناهوم که در این آیه از آن اسم برده شده، در شمال غربی دریاچه جلیل در کشور اسرائیل قرار داره. کفرناهوم مناسب ترین مکان بود تا عیسی مسیح مقر فعالیت‌های خودش را در آنجا قرار بده. شهر کفرناهوم به خاطر رواج ماهیگیری و داد و ستد بازرگانان آن زمان مبدل به شهری ثروتمند شده بود. از آنجا که این شهر در ناحیه پرجمعیتی در کنار دریاچه جلیل قرار داشت، برای حفظ صلح در منطقه، رومی ها که در آن زمان کشور اسرائیل را تحت استعمار خود داشتند، یک پادگان بزرگ نیز در آنجا مستقر نموده بودند. این شهر
آمیخته ای از فرهنگ های مختلف بود و از نظر آداب معاشرت، طرز لباس پوشیدن شهروندان، از لحاظ معماری بیشتر تحت تأثیر فرهنگ یونان و روم بود. در آیه دوم خواندیم که ناگهان عده‌ای پسر افلیجی را که روی توشکی دراز کشیده بود نزد عیسی آوردند. وقتی عیسی ایشان را دید به بیمار گفت: پسرم قصه نخور، من گناهانت را بخشیدم. اولین سخنانی که مسیح به مرد افلیج میگه اینه که من گناهانت را بخشیدم. و بعد در آیه 6 میخوانیم که مسیح او را شفا میده. دوستان، ما باید مراقب باشیم که مبادا بر قدرت مسیح فقط به خاطر شفای امراض جسمانی خودمون تکیه کنیم تا در شفای امراض روحی و روانی که به شکل گناه همیشه در ما تا حدی وجود دارند. عزیزان، عیسی مسیح چون خود خداوند بود، قادر بود تا از تمام نیازهای آن مرد افلیج مطلع باشه. عیسی دید که این مرد علاوه بر سلامتی جسمانی به سلامتی روحی نیز نیاز داره. سلامتی روحی و روانی تنها از طریق لمس شفابخش مسیح به دست میاد. در حقیقت هم بدن و هم روح این مرد فلج بود. او نمیتوانست راه برود و نه عیسی را میشناخت. اما عیسی مسیح در درجه اول به فکر وضعیت روحانی او بود. دوستان، باید این نکته بسیار مهم را به یاد داشته باشیم که اگر خداوند ما را و یا کسی را که دوستش داریم فوری شفا نمیده، لازمه به خاطر بیاریم که کار عیسی مسیح فقط شفای همه بیماران نیست. همه کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان دارند در ملکوت آینده او کاملا شفا خواهند یافت. وظیفه ما اعتماد و ایمان به مسیح در این دنیاست. همه انسان‌ها بیمار میشن و همه انسان‌ها مرتکب گناه می‌گردند. مشکل گناه بدتر از مشکل امراض فیزیکی ماست. عیسی مسیح قادر تا هم جسم و هم روح و جان انسان را شفا بده. در اینجا می‌بینیم که او تصمیم گرفت تا ابتدا گناهان آن مرد را بیامرزد. سپس برای اثبات اینکه گناهان آن مرد واقعاً آمرزیده شدند، جسم وی را نیز شفا داد. دوستان، شفای بیماری جسمی یک انسان بدون پاک کردن جان یا روح او از گناه شبیه به پانسمان جراحت یک خاره، بدون اینکه اون خار را از بدن شخص بیرون آورده باشیم. عیسی مسیح به این دنیا آمد تا انسانها را از گناه طاهر کرده نجات بدهد. آنگاه برای نشان دادن رحمت و شفقت خود و همینطور اثبات خداوندی خیش، جسم انسانها را نیز شفا می بخشید. خواست خداوند در اینه که همه انسانها در جسم، در جان و روح کاملا شفا بیابند. حال به آیه سوم می پردازیم. این آیه می فرماید:
بعضی از روحانیون که در آنجا حضور داشتند با خود گفتند کفر میگوید، خود را خدا ساخته است. عزیزان، در این آیه آغاز مخالفت با عیسی مسیح را مشاهده میکنیم. کار هر چقدر هم نیکو و رحیمانه باشه، همیشه عده‌ای هستند که از آن انتقاد کنند. ادعای خدایی کردن و خصوصیات او را به خود نسبت دادن البته که کفره. رهبران روحانی یهود درست فهمیده بودند که مسیح ادعای خدایی میکنه، اما نکته مهمی که آنها مایل نبودند بپذیرند این بود که او واقعا خداست و بنابراین قدرت و اختیار شفا دادن و بخشیدن گناهان هر کس را نیز داره. در آیه 4 می‌خوانیم که می‌فرماید عیسی که می‌دانست آنها چه فکر می‌کنند از ایشان پرسید این چه افکار پلیدی است که به خود راه می‌دهید. دوستان، عیسی مسیح به افکار فریسیان و کاتبان پی برد. او متوجه شد که ایشان به قدرت او در آمرزش گناهان انسان شک دارند. روحانیون یهودی با خود می اندیشیدند که هر کسی می تونه بگه گناهان تو آمرزیده شد. البته گفتن این مطلب آسونه، اما شفا دادن اون شخص به طور واقعی آسان نیست. بنابراین عیسی مسیح در واقع میخواست اینطور بگه که بسیار خوب، برای اثبات این که اقتدار دارم که گناهان انسان را نیز بیامرزم، این مرد فلج را هم شفا میدهم. مسیح میخواست بگه که آن عملی را انجام خواهم داد که در نظر شما مشکل تره. آنگاه مسیح به مرد مفلوج گفت که بسترش را بردارد و راه برود. با قدرت کلام مسیح می‌بینیم که آن مرد مفلوج فوراً شفا یافت و راه افتاد. عزیزان، عیسی مسیح از افکار من و شما هم هر لحظه آگاه می باشه. آیا افکار شما بر او متمرکز هست؟ آیا شما به خداوندی او ایمان دارید؟ مطمئن باشید که مسیح قادر تا در صورت ایمان و خواست شما، شما را شفای عاجل عطا بفرماید، شفای جسمی و شفای روحی کامل. ولی شرط دریافت شفا داشتن ایمان به خداوندی مسیحه. آنگاه وی نه تنها ما را شفا می بخشه، بلکه گناهان ما را نیز خواهد آمرزید و حیات ابدی عطا می فرماید. عزیزان، اگر گناهی در زندگی شما موجب قطع رابطتون با خدا شده، اون گناه را امروز در همین لحظه به او اعتراف کنید. از خداوند طلب بخشش کنید و به آغوش گرم و باز او برگردید. او مطمئنن شما را دوباره قادر به راه رفتن با خود و داشتن یک زندگی پربرکت خواهد فرمود. بله، مسیح زنده است و حال با روح مقدس خود هر لحظه با شماست. کافیست تا شفای خود را، کافیست تا آمرزش خود را از او بطلبید. در خاتمه برنامه این هفته از شما دعوت می کنم تا با من به حضور خداوند رفته
و مجدداً دعا کنیم. خدای قدوس پاک، پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم به خاطر کلامت. تو را شکر می‌کنیم خداوند به خاطر فیض و رحمت بیمانندت برای ما. پدر جان، تو را شکر می‌کنیم که با ما بی نهایت صبور بوده و هستی. خداوندا، تو از افکار ما، تو از دردهای ما، تو از بیماری‌های روحی ما به خوبی آگاهی. خداوندا، ما با ایمان در این لحظه به حضور تو می‌آییم و در نام عیسی مسیح می‌طلبیم تا ما را شفا بدهی. پدر جان، در محبت خودت، در فیض خودت، گناهان ما را در نام عیسی مسیح ببخش و شفای الهیت را عطا بفرما. خداوندا، ما این نیازمان را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آوریم و با ایمان دریافت می کنیم. آمین. خدا را شکر. خب عزیزان، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. با تشکر و سپاس فراوان از اینکه تا این لحظه با من بودید و امیدوارم که کلام خداوند تونسته باشه شما را آرامش داده باشه. چنانچه برای شما سوالی به وجود آمده، چنانچه اطلاعات بیشتری لازم دارید برای شناخت بهتر از عیسی مسیح، میتونید با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا فرصت آینده در فیض و آرامش مسیح به سر ببرید. شکست نخواهم.